بلوغ زودرس مال فقط 10-12 سال و 13-14 سال نیست. اگر مراقب تغذیه بچت نباشی، بلد نباشی چطوری رفتار کنی، امکان داره از بچه 2 سال به بعد دچار تو مسیری قرار بگیره که به بلوغ زودرس دچار بشه. بنابراین این موضوع رو خیلی جدی بگیرید. روش تغذیه، روش حمام کردن، اینا رو همه رو برات توضیح میدم. استفاده از غذاهای خیلی چرب، سرخ کردنی ها، غذاهایی که محرک هستن، انواع فلفل، انواع سس ها، مواد نوشیدنی های کارخونه ای، اونایی که خصوصا طعم و اسانس دارن، انواع ماء و شعیر و آب میوه های که حالا طبیعی هم حتی نوشتن که قطعا طبیعی نیستن میدونید. حتی آدامس اگر که طعم داره، اینا کمک میکنه به بلوغ زودرس. استفاده از لوازم الکترونیک برای نوجوان ها در طول روز کلن مقدار مجازش بسم الله الرحمن الرحیم 20 دقیقه است. تلویزیون، لپتاپ، تبلت، کامپیوتر، گوشی کلن رو هم دیگه. این بلوغ زودرس، دیر خوابیدن بچه ها اگر تا 11-12 بیدارن این بلوغ زودرس میاره. پس سبک زندگی غلط رو باید مراقبت بکنید، اصلاح بکنید براشون. استفاده از عطرها، ادویه ها، مخصوصا توی پسرها یا دخترها استفاده از پیاز، زردک و یا هویج اگر نپخته باشه. استفاده از شامپوهایی که اسانس دارن، معطرن، که تمام شامپوها همچین وضعیتی رو دارن متاسفانه. از صابون زیتون طبیعی هم برای شستشوی سرشون استفاده کنید، هم برای تنشون. مخصوصا بچه ها رو قدیم مقید بودن که با شامپو بچه حتما شستشو بدن تن و سرشونو، چون اون مواد رو نداره. اینا به خاطر یه ماده که به نام فرمالین، ماده بسیار نفوذدهنده و پاک کننده خیلی قویه، نفوذ میکنه از طریق مغز، مغز رو ضعیف میکنه، بلوغ زودرس به وجود میاد. یا اون خوراکیایی که گفتم هورمونای مغز رو به اصطلاح تحت تاثیر قرار میده، ادویه ها یا مواد محرک، بلوغ زودرس به وجود میاد. کاری که باید انجام بدی، پشت شونه ها رو براشون ماساژ میدید، کف پاشون رو با روغن زیتون چرب نگه میدارید. این چیزایی که گفتیم پرهیز بشه رو حتما رعایت میکنید. آش جو و سوپ جو تو برنامه غذایشون حداقل هفته 3 مرتبه باشه که حرارت بدنشون کاهش پیدا بکنه، هورموناشون متعادل بشه. مصرف پودر پاکسازی کبد ما به اضافه نوشیدنی تقویت کبد که تو استوری بارها برات گذاشتم، اینا کمک میکنه به درمان بلوغ زودرس. حلوای خرما خرکم یه حلوای مخصوص اصفهانیاست که به رفع بلوغ زودرس و تنظیم هورمون ها کمک میکنه. مصرف اردشیر هورموناتون رو ضعیف میکنه و بچه رو دچار بلوغ زودرس میکنه. اینم اگه ناراحت نمیشی بگی اساتید گفتن بخور، ما میگیم نخور، خوب نیست. شیره انگور رو شربت بکنی بخوری خیلی عالیه، ولی مصرف مداوم و زیاد ارده و شیره اصلا خوب نیست. اگر احساس میکنید حرارت بچهتون یه مقدار بالا، سینش مایه کرده، یا مثلا نزدیک دوران بلوغش هم هست ولی داره زودتر از موعد یه اتفاقاتی براش میفته، شاید هم ناراحت شی، علاقه کاس نشاطره، بازم گفتم اینم خیلی کمکتون میکنه، حرارتش رو کاهش میده.